با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان با برنامه خبری تحلیلی صفحه یک 20 دقیقه همراه با شما جستاری خواهیم داشت بر اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم مطالب و عناوین برگزیده امشب سه شنبه پنجم آبان ماه ایرانی اسرار هستئی هاشمی رفسنجانی و رازدائی های تازه از پشت پرده پنهان اسرار هستی 35 ساله نظام فقها ها موجی از واکنش ها به جنجال شام قریبان محفل خامنه ای که به اهانت علی لاریجانی انجامیده بود با دفاع فقیه آمولی لاریجانی از برادر آزرده حالش. ادامه واکنش ها به کشته شدن سپاهیان اعزامی جمهوری اسلامی به میدان جنگ برای بشار اسد در سوریه تحت عنوان مدافعین حرم وعده راهاندازی بیمارستان هستئی در ایران با به اظهار موضع تند اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران علیه نامه چهار وزیر کابینه که به بحران اقتصادی هشدار داده بودند تازه هایی از زلزله مرگبار حوزه آسیا از افغانستان تا شبه قاره هند کماکان موجی از جنگ رسانه ای راست افراطی ایران علیه ساختار سیاسی کشور پادشاهی عربستان به بهانه حکم اعدام شیخ شورشی این کشور و بالاخره شدت و شتاب رایزنی ها جهت تبعین راهیافت ها و تعیین راهکارها در مناقشه سوریه با نخستین سفر وزیر خارجه کشور عمان به سوریه سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده ی امشب سهشنبه پنجم آبان ماه برابر با 27 اکتبر سال 2015 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع نظر شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا آنگاه با ما باشید به خانه باز خواهیم گشت همینک و در بخش آغازین برنامه با مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه منتخب برنامه را پی میگیریم سوریه و رایزنی های گسترده برای حل بحران پنج ساله این کشور عربی منطقه با ورود وزیر خارجه عمان به دمشق وارد فاز تازه ای شد یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در اولین سفر رسمی خود به سوریه از آغاز جنگ داخلی در این کشور با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد همزمان فرانسه از میزبانی نشستی در ارتباط با سوریه خبر داد و وزرای خارجه ایران و روسیه نیز در تماسی تلفنی درباره بحران سوریه صحبت کردهاند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا در دیدار وزیر خارجه عمان با بشار اسد تحولات منطقه به ویژه جنگ علیه تروریسم در سوریه و ایده های پیشنهادی بین المللی و منطقه‌ای برای یافتن راه حل بحران این کشور بررسی شده است. آقای بن علوی گفته است که عمان به تلاش‌هایش تا زمان یافتن راه حلی برای بحران سوریه ادامه خواهد داد پادشاهی عمان تا کنون در بسیاری از تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مذاکرات ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کرده است سفر آقای بن علوی در شرایطی صورت می‌گیرد که تلاش‌های المللی برای یافتن راه حل سیاسی در سوریه بالا گرفته است و شدت گرفته است و اما در تازه رویداد در خصوص رایزنی های گسترده جهانی حول موضوع سوریه جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در مقطعی از فرایند مذاکرات درباره انتقال قدرت در سوریه نیاز است با ایران گفتگو شود به گزارش پایگاه وزارت امور خارجه آمریکا جان کروی دیروز دوشنبه چهارم آبان ماه در پاسخ به پرسشی در خصوص حضور احتمالی ایران در مذاکرات آتی درباره سوریه گفته است ما میدانیم در مقطعی از فرایند حرکت به سوی پایان انتقال سیاسی قدرت در سوریه نیاز است با ایران گفتگو شود این مقام وزارت خارجه گفت من نمیخواهم وارد جزئیات نشست های آتی بشوم ولی واضح است که میدانیم در مقطعی با ایران گفتگو خواهد شد جان کربی در پاسخ به این پرسش که به نظر نمی رسد ایران برای نشست آتی دعوت بشود گفته است وزیر امور خارجه منظور جان کری این را روشن کرده است که ایران می بایست در برهی در این مذاکرات شرکت داده شود حالا چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد و تحت چه شرایطی خواهد بود هنوز نهایی نشده است گزارش های تکمیلی در خصوص سوریه از جمله تازه ترین اظهار موزه حسین سلامی یک مقام نظامی بلندپایه سپاه در آن به اینکه به حضور نیروهای ایران در سوریه و گفتگوهای ظریف و لاواروف رو در برنامه آن سوی خبر از تلویزیون ایران فردا ببینید و اما بشار اسد امروز نیز بر صدر ستونهای تحلیلی تفسیری و روزنامه های تهران نشست در حالی که در سوگیری سیاستهای خارجی ایران کماکان تابوهایی وجود دارد در جهتگیری نسبت به بحران سوریه نیست چون این روندی البته به طور نرم و مستطر به چشم میخورد روزنامه تندروی طرفدار علی خامنه ای تمام قد و یک جانبه از بشار اسد دفاع میکنند و از اعزام نیرو به میادین نبرد داخلی این کشور نیز اعبایی اعبای ندارند و بعضا سوریه عربی را حتی از خوزستان ایران نیز مهمتر خوانده بودند اما در سوی دیگر روزنامه های طیف موسوم به تحول خواهان با روی کردی معقولتر نقدهایی به خودکامگی اسد دارند و در تنظیم معادله کنونی حقی نیز برای انقلابیون قائلند در این راستا ورق میزنیم مرور میکنیم با برخی از روزنامه روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره امروز در یادداشتی به عنوان بودن یا نبودن اسد واقعا مسئله این است به قلم مدیر مسئول این روزنامه در آغازین سطور این یاد داشت با به کارگیری واژگانی معنادار و مشخص به گونه کوشید که جنگ فرسایشی سوریه رو بازی بزرگان عرصه سیاست جهانی و منطقه‌ای در حیات سوریه بخواند از جمله از آن به عنوان مذاکره و چانزنی نو عثمانی ها سعودی ها تزارها و آمریکایی ها بر سر سرزمین شام توصیف کرد البته نامی از جمهوری ولایت فقیه نیاورد مدیر مسئول ابتکار در ادامه از یک جانب گرایی گفتگوهای جهانی بدون حضور مردم سوریه گلایه کرد و نوشت عادل الجبیر سعودی و جانکری آمریکایی و لاواروف روسی و چاوشغلوی ترک میبرند و میدوزند و گفته میشود این چهار کشور بر سر کلیاتی درباره آینده سوریه توافق کردند و پیشرفتهایی نیز داشتند. البته نویسنده این روزنامه هیچ اشاره به مذاکرات گاه و بیگاه مسئولین اعزامی جمهوری اسلامی با روسها و شخص بشار اسد و از همه مهمتر اعزام آشکار نظامیان و جانباختان فرماندهان ایران در این نورد نکرده که البته بی ارتباط با مداخلات جمهوری اسلامی نیست نویسنده در پایان این نوشتار به گونی کشید که شهروندان سوری بقای اسد را بر تکفریون ترجیح می دهن. خبرها و خانشها و کاوشها را از منطقه به ایران می بریم که در صدر آن افشای اسرار ای رفسنجانی نشسته است که به طور گستردهی در روزنامه های امروز باستاب یافت از جمله روزنامه تحولخواه آفتاب یزد منتصب به جمعی از اصلاح طلبان پیشرو غیر حاکمیتی نیم صفحه اصلی را به این موضوع اختصاص داده بود و با برگزیدن تیتری خاص گویی یا در صدد بهبود روابط میان لایه های میان روی اصولگرایان و اصلاح طلبان نیز میکوشند شاید در آستانه انتخابات تلاشی برای نزدیکتر شدن با چهره های تا حدودی میان رو و معقولتر برای اعتلاف های احتمالی البته آفتاب به نقل از هاشمی رفسنجانی نوشت که لاریجانی در مذاکرات داشت به نتیجه می رسید که عوض شد که قطعا اشاره داشت به روی آوردن محمود احمد نژاد بر سریر قدرت ادبیات سیاسی این روزهای ایران آکنده از ابهام و ایهام و کنایه و مستتر هست آفتاب در گوشه ای از این گزارش با اشاره به کنایه های لاریجانی به دلواپسان به واکنش علی لاریجانی نسبت به تنش و هواشی مراسم شام قریبان محفل علی خامنه نیز مطلبی نوشت و گوشه یه چشمی داشت روزنامه اعتماد نیز صفحه نخست امروز را با هاشمی رفسنجانی آراست و به عنوان رازهای هستهای هاشمی به انتشار نکات ریزتر این گفتگو پرداخته بود از جمله به نقل از هاشمی رفسنجانی نوشت که میخواستم عبدالقدیر خان پاکستانی را ببینم اما نشد و یا پس از جنگ اولین قنیسازی در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفتیم انجام شد هاشمی همچنین گفت قرار بود که در علموت قزوین آب سنگین را بسازیم تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد اما دولت من تمام شد کماکان <متدار> <متدار> بیننده یه برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با آخرین برگزیده های روزنامه های امروز ایران در ایران فردا جدال مجلسیان و نیش ها و کنایه های سیاسیون ایران هر روز شکل و شمایل تازه‌ای می‌گیرد. پس از بروز تنش و تهاجم تندروها در محفل شام قریوان خامنه‌ای علیه علی لاریجانی حول موضوع برجام رئیس مجلس با زبانی دیپلماتیک و کنایه آکند به پاسخ برآمد ضمن آنکه برادرش یعنی رئیس قوه قضائیه نیز به دفاع از دیگر برادر خود برخواست در این راستا روزنامه حمایت وابسته به قوه قضایی ایران که ریاستش بر عهده فقیه آمولی لاریجانی است علیرغم انتقادهای تند همیشگی علیه دولت و سیاستهای توافق اتمی این بار که پای برادر به میان آمد تغییر رویهای داد و گفت که تایید مشروط برجام فصل الخطاب است و اما روزنامه ایران ارگان دولت نیز در چیدمان تصویر صفحه نخست امروز به گونه کوشید که با ترتیب رفسنجانی و آملی لاریجانی و علی لاریجانی که همگی در دفاع از پرونده هسته ای سخن گفتند و یا به تعبیری به دلواپسان تندخوی مجلسی تاخته بودند نیز خط همسان سیاسی را به ذهن مخاطبان متبادر کرد در این گزاره سزلی ای نوظهور همگی با مزمونی واحد علیه, تنروها، علیه تنروهای علیه ضد توافق انتقاد داشتند برنامه صفحه یک را با صفحاتی از سیاست اقتصاد و مدیریت شهری ورق میزنیم در حیاهوی هسته ایران و مذاکرات و افشای پشت پرده ها از اتم ایران خبر از ساخت بیمارستان هسته نیز بر صفحه نخست بسیاری از روزنامه ها نشسته بود از جمله روزنامه قانون از این اتفاق استفاده کرد و به دلواپسان نیز انتقاد کرد که دلواپسی هایشان بیمورد بوده و تنها چند روز پس از برجام نخستین بیمارستان هستهی کشور که بزرگترین آن در غرب آسیاست میان شهرداری تهران و وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی بسته شد حوزه دیپلماسی خارجی با رویکرد ای نیز نقش بسیار پررنگی در صفحات روزنامه های امروز داشت که در رأس آن طبق معمول این روزها سعودی ستیزی افراتی بیش از پیش پدیدار بود عمده روزنامه, روزنامه, های تحت امر نهاد رهبری ایران کماف سابق با اشکال مختلف در صدد تولید خبرهای جعلی و ساختگی و منتاج تصویر و فوتوشاپ کردن به هیئت حاکمه کشور پادشاهی عربستان سعودی میتازند. در میان روزنامه های و صاحب سهم بازار همچون رسالت هشدار مراجع تقلید شیعه همچون نوری همدانی و مکارم شیرازی دو تن از فقهای زوب در محضر ولی فقیه ایران را درباره حکم اعدام شیخ نمر معمم محبوس عربستانی که متهم به قتل و خشونت است را برجسته ساخت و یا روزنامه جامع جمع وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که عمدتا با مطالبی متنوعتر و سرگرمی هموار راهی پیشخان نشریات شهر می شد شماره امروز را به سعودی ستیزی محض آراست و با واژگانی کمتر متعارف در عرصه رسانه و حسن همجواری در عرصه دیپلماسی نوشته بود که آل سعود روی خط جنون اما در سوی دیگر روزنامه های طیف تحول خواهان علا رغم همه حجمه های موجود به عربستان به ضرورت ترمیم روابط این دو کشور مهم در منطقه تذکار و انذار بیشمار میدهند و نسبت به تشدید تنشها در واقع هشدار دادند در این میان روزنامه میان روی شرق در یادداشتی به قلم نصرت تاجیک دیپلمات سابق ایران معتقد بود که سیاست ایران در زمینه سعودی جای انتقاد دارد و تحقق منافع ملی ایران فقط در پرتو یک سیاست خارجی فعال برای همگرایی به منظور رعایت مصالح ملی تمام کشورهای منطقه کسب حقوق مردم این کشورها از طریق روشهای مرسوم بین المللی و به طور مشخص احقاق حقوق اساسی و سیاسی آنها و البته تعامل با قدرت های فرامنطقی تأثیر گذار که منافعی در منطقه دارند میسر است که در واقع سراحتا به تنش‌های موجود هشدار میداد در روزنامه های امروز معصومه ابتکار نیز بر سیبل تفاسیر و تحلیل ها نشست در حالی که روزنامه تندروی محافل افراتگرایان با این دولت بانوی کابینه روحانی تاختند سوی دیگر به ریز نمرات کارنامه کامیاب وی در عرصه زیست محیطی انگشت تأکید میگذاشتند روزنامه وطن امروز صحنه ای از تجمع جمعی از کارکنان سازمان محیط زیست رو به تصویر کشانده بود و با عنوان کارکنان محیط زیست علیه رئیس سیاسی از دومین تجمع کارمندان این نهاد زیست محیطی علیه معصومه ابتکار خبر داد که گویا موج جدید اعمال فشار برای بیرون راندن این عضو کابینه روحانی از بدنه دولت است این در حالی است که روزنامه آفتابی یزد در تعنی به تجمعگران و با اشاره به اشتباه آشکار نوشتاری معترزین که گویا سازماندهی شده بودند در گزارشی به عنوان دلواپسانی که مرد را زن دیدند و فوق دکترا را دکترا این تجمع را لج جمعی دلواپس علیه معصومه ابتکار خواند و میزنیم زنیم با روزنامه دیگر و موضوعی دیگر جدال های پیشاهنگام انتخاباتی در مراحل پسابرجام خاصه حول انتخابات خبرگان رهبری که گویا هماوردی میان دو طیف از جریان سیاست ایران یعنی خامنهایون و هاشمیون شده وارد فاز تازه تری گردید در حالی که برخی از روزنامه ها همچون روزنامه آرمان، آفتاب، ابتکار و اعتماد همگی بر نقش پررنگ حسن خمینی مانور بیشتری میدهند و هر روز سطری و ستونی و صفحه ای را به این دیپلمات فیلسوف جوان بازمانده از خان خمینی اختصاص میدهند آرام آرام خشم محافل نئونظامیان از اعتلاف احتمالی این روحانی میان سال با مردان اصلاحات پدیدار می شود. در این راستا روزنامه جوان و بسته به ارگان سپاه پاسداران سر مقاله اصلی شماره امروز را به عنوان از خمینی جوان چه میخواهند به قلم عبدالله گنجی که او را دکتر میخواندند مدیر مسئول این روزنامه به تحلیل آمدن و نیامدن و گمان زنی های روزنامه های نزدیک به هاشمی در خصوص حضور احتمالی حسن خمینی پرداخت البته تاخت بیشتر نویسنده با بکارگیری از واژگان مشخص به طور بسیار ظریف و حرفه‌ای بر حریف میکوبید و در پس هر واژه نکته‌ای نهان داشت هرچند تلاش بیشمار داشت تا خدشه آشکار و خراشی مشهود بر سیمای سید حسن خمینی نیندازد اما ناگزیر بعضا واژگان از پرده برون میافتادند از جمله در توصیف حسن خمینی یا با لحنی تمسخرآمیز از میزان توجه رسانه های اصلاح طلبان به این روحانی نوشت نفس کشیدن صاف نشستن لبخند زدن سرتکان دادن انشالله گفتن و غیروی حسن خمینی به تیتر یک برخی از رسانه ها تبدیل می شود می آید تشخیص دهد می آید فعلا بررسی می کند در حال تصمیم است به زودی اعلام می کند آیا می آید و مواردی مشابه در بخش دیگری از این یادداشت با عباراتی خاص در توصیف حسن خمینی نوشت اکنون که پس از 18 سال تلاش نتوانستند امام را یک جمهوری خواه صرف معرفی نمایند در صدد هستند خمینی جوان را سپر کینه های خود علیه نظام و امام کنند و وی را تله فریبی برای ایجاد فتنه و انحراف جدید قرار دهند و با تولید امام جدیدی که از آرایشگاه غرب بیرون می آید نظام جمهوری اسلامی را عرفی یعنی سکولار و آن را با استانداردهای حیات غربی ساس نمایند جالب که پیشتر نیز آیت الله علی خامنه‌ای به توهی شدن تدریجی و محتوایی نظام دینی فقها هشدار داده بود مدیر مسئول روزنامه نظامیان سپاه پاسداران در پایان با طرح این پرسش فرضی که برجست سازان حسن خمینی از وی چه میخواهند با قاطعیتی کم نظیر خود اینگونه جواب داد و گفت بدون تردید آنان به دنبال ساختن میزانی هستند که لیبرال دموکراسی را با آن وزن کنند نویسنده روزنامه جوان در واپسین سطور نتوانست کزم قیز کند و آخرالامر حسن خمینی را بر سر سفره اصحاب فتنه نشاند و نوشت احتمالا این جماعت چند عکس منتشر شده یادگاری وی با اصحاب فتنه بعد از انتخابات را حجت خود میدانند و با این مطلب از روزنامه جوان وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد هرچند وقت نشد از تازه ترین باستاب اظهار موزه ترکان مشاور روحانی در تفسیر و تحلیل نامه چهار وزیر کابینه به احتمال بحران شدن اقتصاد ایران مطلبی مرور کنیم و بازخانی کنیم که امیدوارم همکاران بنده در گروه آنسوی خبر به آن بپردازند در هر روی ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یکایی که شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و دفتر تازه ای از برنامه صفحه یک با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود